دور هم جمع شدند تا از برترین حافظان قرآن کریم که در یک مسابقه قرآنی درخشیدند تجلیل به عمل آورند. مسئولان در ریاست حج و اوقاف هرات میگویند که از چند بین سو مسابقه قرآنی را در میان 100 تن از حافظان قرآن به شمول دختران و پسران 18 سال در این ولایت برگزار کردند و هدف از این محفل را نیز تقدیر از حافظان عنوان میکنند که توانستند در این مسابقات بدرخشند. سید محمد چرزادی رئیس حج و اوقاف هرات میگوید که این برای اولین بار است که این مسابقه از سوی ریاست حج و اوقاف برگزار گردیده است. جشن نزول قرآن عظیم الشان برگزار نمودیم تا برترین ها را در این مسابقه معرفی بکنیم و به اونها جایزه داده بشه. از او جایی که شما در جریان هستید، از شروع ماه مبارک رمضان جلالت ما جناب رئیس هیئت جمهور کشور عزیزمون افغانستان این یک تمرکز خاص به خاطر تشویق حافظان کلام الله مجید دارند، ما هم خواستیم که در حوزه ولایتمان هرات باستان این مسابقه با شکوه را برگزار بکنیم که انشاءالله برای برترین ها جوایزی هم از طرف ریاست ارشاد حج و اوقاف در نظر گرفته شده. با این حال اشتراک کننده های این مسابقات میگویند که برگزاری چنین مسابقات با آنها رویه داده است تا در آینده در مسابقات بین المللی اشتراک نمایند. آنها از مسئولان میخواند تا زمینه اشتراکشان را در مسابقات بین المللی مهیا سازند. پیام ما یا خواست ما اینه که تمام خانواده هایی که میشنوند اونا هم شاگرده های خود یا بچه هایی که دارن اونا هم به دارالافتا و فرستن و مسابقه ها اونها هم شرکت کنند تا بتوانند که برای جامعه خدمت بکنند، مقام را بیارن و در مسابقه های بین المللی شرکت کنند. خیلی تشکر میکنم از کسانی که همچین مسابقه های برگزار میکنن. امیدوارم در آینده همچین مسابقه های برگزار کنند تا تمام خواهرها و برادران ما تشویق بشن. در این حال علمای دین برگزاری چنین مسابقات را مؤثر عنوان کرده و میگویند که برگزاری مسابقات از این دست باعث خواهد شد تا حافظان قرآن در کشور با انگیزه خاص در مسابقات بین المللی اشتراک نمایند. شکی نیه که چنین برگزاری چنین مسابقات در بین دارالافتا بسیار مفید است و بسیار با ارزش است و انگیزه بسیار خوبی برای حافظان قرآن کریم میدهد تا اینکه بتوانند گام های بهتر و ارزنده تر در سطح بین المللی بردارند و جوایز خوبی را برای خود کسب کنند و آبرو و افتخار عزت ملت افغانستان را در جوایز بین المللی انشاءالله به دست بیارند، که انشاءالله ما نتیجه این مسابقات را خوب ارزیابی کردیم. امیدواریم که بتوانیم در سطح کشوری را گسترش بدیم و حافظای قرآن عظیم الشان کشور ما در سطح بین المللی بتوانند راه پیدا کنند. خب به هر حال هر چیزی که به اصطلاح گویا ظاهرا اگر برگزار میشه باید تعقیب بشه به سال و بعد از به اصطلاح اگر به یک برنامه ما اکتفا میکنیم به دو برنامه اکتفا میکنیم کم کم باز کسایی که گویا روش کرده پس باعث شکستگی دل اینا میشه. بعد اینا نهایت روش بدیم کسایی که گویا در مسابقات بین المللی موفق میشن از اینا همیشه تقدیر بشه و به هر حال شرایط برای نسل جوان به خصوص حفاظ قرآن عظیم الشان بیشتر آماده بشه و از اینا تقدیر بشه تا ان شاء الله که مؤثرات خاص خود داشته باشه. این گفته ها در حال مطرح می شود که همواره حافظان قرآن در کشور خواهان اشتراک در مسابقات بین المللی شدند، اما ظاهران آنچه دیده می شود اقدامات لازم برای اشتراک این حافظان در مسابقات بین المللی روی دست گرفتن نشده است. دیده شود که مسئولان برای اشتراک حافظان در مسابقات بین المللی چه پلان هایی را روی دست می گیرند.